درد از هزاران درد. قصه حقیقی زندگی، نویسنده فریبا چرخی، گرفته شده از کتاب پس از خاموشی. شنونده های عزیز کانال فریبا چرخی میدیا، در این برنامه داستان درد از هزاران درد را خدمتتان می خوانم. قبل از این که به اصل داستان بپردازیم، فراموش نکنید که کانال فریبا چرخی میدیا را سابسکرایب کنید و هم علامه زنگک را نیز فشار بدهید. اگر خواستید داستان را جهت خوانش با من شریک کنید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخی میدیا و یا ایمیل آدرس fcmedia@gmail.com با من به تماس شوید. آغاز داستان، درد از هزاران درد، قسمت اول. پسر تازه به دوران رسیده از طریق یکی از رسانه ها روز به روز در جمع جوانان و نوجوانان معروف و مشهور می شد. روزانه از طرف علاقمندانش نامه ها و تماس های تلفنی دریافت می کرد. پسر هم هر روز بیشتر از پیش به خود و شهرت خودش می بالید و از جمع دوستان سابق و ساده خود دور و دورتر می شد. هر روز کوشش می کرد فاصله خود را با همقطاران گذشتهش حفظ کند و خود را بالاتر و مهمتر جلوه بده. این عملکردش روز به روز افزون تر می شد. در میان این همه علاقمندانش یکی از آن جمله دیوانوار عاشقش می شود. این عاشق و علاقمند حتی یک لحظه هم برنامه های رادیویی و تلویزیونی این پسر را از دست نمی داد. به هیچ قیمت، حتی در محفل عروسی یگانه خاله اش هم بعد از تماشای برنامه مورد نظر اشتراک کرد. در شب اول فوت پدرکلان خود هم به صورت مخفیانه در یکی از اتاقهای تحتانی منزل برنامه را تماشا کرد. این عشق و اعتیادش آهسته آهسته افشا شد. در خانه یکی از برادرانش متوجه این موضوع شده بود. همسنفی ها، دوستان و اقارب و بالاخره مادر و پدرش نیز پی هم خبر شدند. دختر و اسم مستعار به همه برنامه های رادیویی وی تماس می گرفت و از هر طریق ممکن با پسر به تماس می شد و به شکلی از اشکال ابراز علاقمندی می کرد. حتی شنونده ها و بیننده های برنامه های رادیویی و تلویزیونی، همکاران پسر و حتی فامیل و دوستان پسر نیز متوجه این عشق پنهانی شده بودند. پسر هم هر روز بیشتر به این موضوع پی می برد تا اینکه به شماره تلفن دختر که از آن برایش پیام می آمد زنگ زد. دختر که در این لحظه در حال سپری نمودن امتحان بود، حیران شد که این شماره از کی خواهد بود. از معلم اجازه خواست تا به آن جواب بدهد. در غیر آن پریشانی برایش رخ خواهد داد که کی و چه خبری بود. معلم با او اجازه داد. صدف: بله. صمیم: بله، من صمیم هستم. صدف: او صمیم؟ بله، خودم هستم. صدف که در انتظار این چنین لحظه اصلا نبود، تمام وجودش به لرزه افتاد و باز تکرار کرد: بله، بفرمایید. صدف بیهوش شده و بر روی سنف افتاد. همه دورش جمع شدند که چه گپ شده. معلم موبایل را گرفت. بله، شما؟ صمیم جواب داد. من صمیم هستم. خواستم با صدف جان تماس بگیرم، چرا که او از دو سال به این طرف یکی از علاقمندان خوب برنامه هایم بوده. معلم:
صدف بعد از شنیدن صدایت بیهوش شده. این جمله را گفت و تماس را قطع کرد. همه همسنفان و معلمین او را در اداره مکتب بردند. شربت و آب برایش دادند تا دختر کمی بهوش آمد. همه نزدیکان به قضیه پی بردند که این علاقمندی در حد یک بیننده یا شنونده نیست. این یک عاشقی است و آن هم خیلی عمیق. صدف بعد از بهوش آمدن سخت ناراحت شده بود و از معلمین و همسنفان خود خجالت کشیده بود و اصلا نمیدانست چی بگوید. به هر حال روز تمام شد و همه به طرف خانه هایشان رفتند. صدف وقتی به خانه رسید مادرش وارخطا شد که چرا اینقدر چهره صدف خسته و ناراحت است. صدف همینقدر گفت که امروز فشارش تغییر کرده بود و کمی بی‌حال و خسته است. همین. بعد از مدت کوتاه رفت به اتاقش و فقط به آن صدا و آن بلی گفتن فکر میکرد و خودش را سرزنش میکرد که چرا نتوانست حرف بزند. شاید هرگز دیگر چنین شانسی برایش رخ ندهد. برایش زنگ بزند یا نزند. و حالا سمین. او اصلاً نتوانست خودش را قناعت دهد که چرا با تماس گرفتنش به صدف این حالت پیش آمد. شاید صحت صدف خوب نبود و صدها شاید دیگر. صدف قضیه را به نزدیکترین دوستش که مادرش بود بازگوه کرد. مادرش هم که یک خانم خیلی ها دکتاتور بود فقط به بسیار سادگی جواب داد که خودت را با این چیزها درگیر نکن. و کار و پیشرفت خود فکر کن، چون این دخترهای بیکار و روزگم زیاد هستند که فکر پسران را مخشوش می کنند. به هر حال صدف در خانه خودش و صمیم در خانه خودش شب را با هزاران فکر و تشویش گذشتاندند. روز از نو آغاز شد و صدف آماده شد تا به مکتب برود. اما هنوز حس خجالت داشت که مبادا از وضعیت دیروز کسی سوالی بپرسد. صمیم هم به طرف کار خود روان شد، اما به دلش بس نمی آمد و در جریان راه در موتر دفتر جریان را به لینا یکی از همکارانش که یک دختر جوان بود قصه کرد. لینا بلافاصله گفت که دختر سخت عاشقت است. این تنها علاقمندی به مسلک و پیشه‌ات نیست صمیم جان. متوجه باش، این قضاوت مرا یاد خواهی کرد. صمیم سوال کرد، تو اینطور فکر میکنی؟ لینا گفت، بله، جز این چیز دیگری نمیتواند باشد. این حرفهای لینا صمیم را بیشتر از قبل به فکر فرو برد. نمیدانست چی کند. نزدیک دفتر رسیده بود که از لینا سوال کرد، به نظرت من چه باید بکنم؟ لینا گفت، دوباره همراهش تماس بگی و همراهش قرار ملاقات بگذار. صمیم گفت، فکر میکنی این کار خوبی است؟ لینا، معلوم است. ببین، شاید از همدیگر خوشتان بیاید و هم شاید مطمئن شوید که بناحق به همدیگر فکر نمی کنید و به نظر من این یگانه راه حل است. صمیم بعد از حرفهای لینا دوباره به فکر فرو رفت. چند لحظه کوتاه نگذاشته بود که لینا دوباره صدا زد. ببین صمیم، فکر نکن و کار را که گفتم انجام بده. بسیار زود از تشویش و فکر کردنها خلاص می شوی. همین لحظه برایش یک پیام بگذار و بگو که تا نیم ساعت دیگر همراهش تماس می گیری. که او هم برای حرف زدن با تو خودش را آماده بسازد. صمیم یک پیام کوتاه نوشت. سلام صدف جان. امیدوارم خوب باشی. می خواهم نیم ساعت بعد برایت زنگ بزنم. اگر موافق هستی جواب بده.
صدف که در راه رفتن به مکتب بود و هنوز به رسیدنش کمی راه مانده بود، پیام را گرفت. فکر میکرد خواب میبیند. دست و پایش شروع به لرزیدن کردند. خودش را به صحن مکتب رسانید و روی یکی از چوکی ها نشست و نوشت: درست است. بعد همانجا منتظر ماند. زمان برایش خیلی طولانی شده بود. فقط فکر میکرد که چه بگوید و چه خواهد شنید که صدای زنگ تلفنش بلند شد. در حالی که سخت میلرزید خودش را راحت ساخته جواب داد: بله، صمیم. سلام صدف جان، من صمیم هستم. صدف: سلام. صمیم: صدف جان خوب هستی؟ بهتر شدی؟ دیروز معلمتان گفت که بیهوش شده بودی. پریشانت شدم، خواستم احوال بگیرم. صدف: تشکر میکنم، فعلا بهتر هستم. امتحان داشتیم، شاید از استرس زیاد فشارم افتاده باشد. حال بهتر هستم، تشکر. صمیم: خدا را شکر که خوب هستی. میخواهم بگویم که اگر خواسته باشی میتونیم همدیگر را از نزدیک ملاقات کنیم. صدف: ملاقات؟ همدیگر را؟ صمیم: بله، در صورتی که شما بخواهید. اگر حرف نادرست زده باشم ببخشید. صدف: نه نه، نادرست نیست. اما چه وقت و کجا؟ صمیم: کجا برای خودت مناسب است که نزدیکتر به مکتبتان باشد؟ من میایم. صدف: نمیدارم کجا، ولی خانه ما نزدیک تلویزیون شماست، صرف دو سرک فاصله داریم. صمیم: پس بهتر است که در رستوران که نزدیک دفتر ما است تشریف بیاوری. کدام ساعت برای مناسب است؟ البته همین امروز. صدف: من میتوانم بعد از ختم مکتب تا یک ساعت دیگر آنجا برسم. صمیم: خوب است، من نیز تا یک ساعت آنجا هستم. همدیگر را دیدند، حرف زدند و عشق صدف با یک عشق دو جانبه بزرگ مبدل شد که چند ماه به همین منوال ادامه داشت، تا اینکه صدف از صنف دوازدهم فارغ شد و همان بود که خواستگارها یکی بعد دیگر در خانه صدف تشریف داشتند و یکی پی دیگر در می کوبیدند. با این حالت پدر صدف از دختر خود خواست تا تصمیمش را در مورد یکی از خواستگاران بگیرد و برایش بگوید. شرمنده های عزیز، بقیه داستان را در ویدیوی دیگر تماشا خواهی کرد. برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.